سلام، به خبرهای این ساعت طلوع خوش آمدید. امروز شنبه 31 ماه حمل سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 22 ماه اپریل سال 2010 میلادی. در این برنامه سیاوش زمینی و تمنا احمد زایرانی با تازه ترین رویدادهای ورزشی و پیش بینی آب و هوای فردا در استودیوی خبر با خود داریم. در آغاز سرخط چند خبر از کشور. با تطبیق افتادن برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل، ایجاد کمیسیون برای بررسی چگونگی احوال نامزدان شورای ملی و مسموم شدن شمار از دانش آموزان در کابل. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. روز برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل به تعویق افتاد. بر بنیاد یک گزارش واشنگتن پست، با آنکه دولت افغانستان تاریخ برگزاری این جرگه را 12 ماه صبر اعلام کرده بود، اما فرستاده ویژه بارک اوباما در افغانستان و پاکستان میگوید که این نشست پس از سفر جمهور کرزی به واشنگتن برگزار خواهد شد. در این حال ادعای بارک اوباما از بهبود روابط میان کابل و واشنگتن خبر میدهد. ریچارد هالبروک میگوید که جرگه صلح با شرکت نمایندگان سیاسی و محلی و احتمالاً با شرکت رهبران شورشیان که حامد کرزی اعلام برگزاری آن را آغاز ماه آینده میلادی اعلام کرده بود تا 20 ماه می به تعویق افتاد. هالبروک میگوید که اختلافات میان او و حامد کرزی از بین رفتند و دیدار او با آقای کرزی در هفته پیش طولانی ترین، ثابت ترین و متمرکز ترین دیدار در 5 دیدار از ماه جنوری تا کنون بوده است. این دیدار 2 ساعت بود. یک دیدار بسیار جدی. که نه آقای کرزی و نما از آن چی که گذشت یاد نکردیم. من فکر می کنم برنامه صلح آقای کرزی 2 هدف دارد. یکی ایجاد فضا برای گفتگو و دومی ایجاد فرصت ها برای صلح و تفاهم که در نتیجه آن فراهم شود. همان گونه که من گفتم ما غیر مستقیم در این روند سهیم هستیم تا حمایت ملی و جامعه جهانی برای این روند را تجویز کنیم. رابط رئیس جمهور کرزی با امریکا پس از انتخابات شدید وی از غرب به تیرگی گرایید. این انتخابات ها شک و تردیدهای تازه‌ای را که آیا رئیس جمهور کرزی به عنوان یک همپیمان با اعتماد در نبرد افغانستان برای امریکا است یا نه به میان آورد. روابط میان ما و حکومت افغانستان در یک حالت خوبی قرار دارد. در یک مقطع خاص زمانی آب گلالود و فاسد بود، اما اکنون دیگران زمان گذشته است. هالبروک میگوید پس از آنکه اختلافات واشنگتن و کابل از میان برداشته شد، قرار است نشست جهانی برای حمایت از افغانستان در ماه سرطان در کابل نیز برگزار شود. هالبروک هدف از این نشست را پشتیبانی جامعه جهانی از دولت افغانستان میگوید. نشست کابل با تعقیب نشست لندن به تاریخ 20 ماه جولای برگزار خواهد شد. مقامات شماری از کشورهای کمک کننده در این نشست شرکت خواهند کرد. هیلری کلینتون و شماری از مقامات آمریکا نیز از شرکت کنندگان این نشست خواهند بود. اداره اوباما مشکلات برای جمهور کرزی را یک موضوع گذشته اعلام می کند و می گوید که آقای کرزی از 10 تا 14 ماه می در کاخ سفید با بارک اوباما و شمار از مقامات دیگر این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. همزمان با آغاز روند ثبت نام نامزدان شورای ملی، کمیسیون مستقل انتخابات کمیسیون را برای بررسی چگونگی احوال نامزدان شورای ملی ایجاد کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این کمیسیون احتمال دست داشتن نامزدان شورای ملی را با گروه های مسلح غیر قانونی و نیز ارتکاب جرایم بررسی میکند. روند ثبت نام نامزدان شورای ملی امروز به گونه رسمی آغاز شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تاکنون 2157 تن فرم های نامزدی انتخابات را دریافت کردند که 307 تنشان زن و 26 تنشان کوچی اند. روز اول پروسه ثبت نام رای دهندگان کاندیدان در تمام افغانستان است. ما در همه ولایات افغانستان بجز از 2 ولایت که عبارت از بدخشان و تخار است که مشکلات تکنیکی داشتیم، هوا خراب بود و ما نتونستیم وسایل خود با اونجا روان کنیم که این مشکل هم امروز حل خواهد شد. ما آماده هستیم. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که 4 مسئول ولایتی این کمیسیون را که متهم به تخلف بودند به سارنولی معرفی کردند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات از ایجاد یک کمیسیون دیگر برای بررسی چگونگی احوال نامزدان شورای ملی خبر میدهد. اعضای این کمیسیون نمایندگان وزارت‌های امور داخله، دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی هستند. کمیسیون بررسی عضویت کاندیدانی که احتمالاً با گروه‌های مسلح غیر قانونی
ارتباط دارند و نظر به قانون انتخابات اونا نمیتونن کاندید شوند، در کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد شده و با کار خود شروع کردن که در این کمیسیون که تحت ریاست کمیسیون مستقل انتخابات به پیش میره، نماینده های وزارت دفاع، وزارت داخله و امنیت ملی اشتراک دارند. در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات تمامی فعالیت‌هایش را بر بنیاد قانون تازه انتخابات تنظیم کرده است، اما مجلس نمایندگان این قانون را بی اعتبار می‌داند و هشدار می‌دهد تا هنگامی که این مشکل حل نشود، برای ثبت نام نخواهند رفت. شمار از دانش آموزان لیسه نسوان شینه ولسوالی بگرامی کابل مسموم شدند. پزشکان شفاخانه صحت طفل اندراگاندی می‌گویند که 7 تن از دانش آموزان این مکتب در حالی که بیهوش بودند به این شفاخانه آورده شدند. و باور پزشکان بررسی های آنها نشان می دهند که این دانش آموزان در نتیجه مواد زهری که فضای مکتب با آن آلوده شده بود مسموم شدند. شماری از دانش آموزان مکتب نسوان شینه ولسوالی بگرامی کابل می گویند که صبح امروز انگامی که می خواستند به صنف هایشان بروند بیهوش شدند. مکتب صنف رفتم، صنف یک خوشبوی بود، باز مکتب رفتم ما مفتیدم، وقتی که بیرو برم هدم افتادم در استاد بچه ما باز چی شد؟ دگر سنفیم زفت کرد، باز ما همینجا زفت کرد نفهم. در همین حال یکی از آموزگاران این مکتب نیز میگوید هنگامی که وارد اداره مکتب شده است، حالتش به هم خورده است. وقتی که داخل مکتب شدم، فضای مکتب به نظرم چندان خوب نبود، آلوده شده بود. از سوی همسر طبیب شفاخانه صحت طفل میگوید وضعیت سی این دانش آموزان بیانگر آن است که فضای مکتب با مواد زهری آلوده شده بود. واقع دوم است که از مکتب دوم بر ما مراجعه میکنند، در اینجا مریض ما 100% ایره سمپاشی در داخل مکتب احساس میکنیم که باشه. در اثر استعمال بسکیت و ساجق و خوراک کباب، البته ما نفع نمیکنم شاید آب هم شامل باشه، این مسمومیت به وقوع پیوسته چون اثرش محدود بوده، در نتیجه سمپاشی میشد که شاگردای بسیار زیاده مسموم میشد. اینجا مکتب نسوان شینه ولسوالی بگرامی شهر کابل است، جایی که بیش از 500 دختر دانش آموز مصروف آموزش هستند. خواستیم تا از نزدیک با مسئولان این مکتب درباره این رویداد گفتگو کنیم، اما با ممانعت کارمندان وزارت معارف روبرو شدیم.